همیشه آرادو مینه نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز، گرامی و نازنینم، آریا هستم. دوستان ببینید، من دو تا پست در اینستاگرام و تلگرامم گذاشتم و دلم میخواست که این دو تا پست رو با شما عزیزان در کانال یوتیوبم مطرح کنم. و یه مسئله هم که هست این که یک محدودیت هایی برای نگارش و اینها وجود داره در سایر اپلیکیشن ها و اینها، اینجا میتونم مسائل رو بیشتر باز کنم. یک پست که در بخش اول این برنامه میبینید درباره 10 نکته و 10 دلیلی هست که بنده به عنوان یک ایرانی این 10 دلیل و این 10 نکته باعث شده که با وجود تمام مسائلی که دیدیم و شنیدیم از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنند. برسیم به بخش اول. هیچ اهمیتی نداره، واقعا نداره که کسانی فکر کنند که مثلا بنده حمایت مالی میشم از خاندان پهلوی، یا اصلا دست نوازش به سرم کشیده میشه، اصلا چه مالی چه غیر مالی، یا هر کدوم اینها، هر چی میخواید فکر کنید. کسانی که دستی بر آتش دارن میدونن خاندان پهلوی اهل این مسائل نیست و کار درستی هم میکنن که نیستن. کسانی باید وارد عرصه باشن و در این مسئله پیش برن که بحث ایمان قلبی دارن، نه به خاطر دلایل متفاوت و منافع متفاوتی باشه. و آدمی هم مهم نیست، اگر این رو من بگم، مهم نیست اگر کسی فکر کنه که دارم به خودم کردیت میدم. باور کنید به خداوندی خدا، من آدم بسیار فروتن و افتاده ایم. همه نزدیکانم، دوستانم و کسانی که منو میشناسن اینو میدونن، ولی آدم اهل مطالعه ایم، آدمی هم که برای تحصیلاتم زحمت کشیدم، آدمی هم که کار و شغلی دارم که چند تا آدم زیر دست من کار میکنن، یا آدمی نیستم که همینطوری رو تعصب و رو فکر و همینطوری روی مسئله همینطوری بدون منطق بخوام بگم آقا آره من میخوام حتما فقط طرفداری کنم مثلا از شاهزاده رضا پهلوی. دلایلم رو با شما مطرح میکنم. 1، از رو میخونم، اگر لازم باشه توضیحات اضافه میدم. شاهزاده رضا پهلوی سمبل یک جریان است و بزرگترین نماد ما در مقابل ضحاک است و تخریب ایشان را 100% به ضرر جنبش براندازی می دونم. شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین نمادی است که در واقع تیری است که ما می تونیم در چشم ضحاک شلیک کنیم. وزنه شاهزاده رضا پهلوی هم با کل اپوزیسیون رو بذارید رو هم دیگه قابل قیاس نیست، اصلا قابل قیاس نیست. 2، من به ایشان انتقاداتی جدی دارم. همیشه گفتم، با افتخارم گفتم که ما نه امت حزب اللهیم نه اعضای فرقه رجوی، ما پادشاهی خواهان ایران با افتخار مسائلمون رو خطاب به کسی که قبولش داشته باشیم عنوان میکنیم، در آینده هم چنین خواهیم کرد. من به ایشان انتقاداتی جدی دارم، من جمله سر قضیه شادی امین و پرچم اعتقاد دارم اگر به هر دلیل غلط یا درست خطاب به ماها ایشان مسئله را مطرح کرد، باید حداقل به طرف مقابل هم تشر جدی وارد میکرد. من درباره اتفاقی که شادی امین رقم زد و اینها برنامه ساختم، برنامه کوبنده و محکمی هم ساختم، هیچ تعارفی هم نکردم، 2 برنامه قبلیمه. و میگم اگر قرار بوده ایشون نسبت به ماها مسئله رو مطرح کنه، باید تشر جدی هم به طرف مقابل وارد میکرد.
هرچند خود ایشان درباره پرچم به شخص من پاسخ دادند که من همواره پرچم شیر و خورشید پشت سرم بوده است. دقیقا پاسخی که خود شاهزاده به خود بنده دادند. و ضمناً من از گفتار شاهین نجفی درباره ارتش شاهنشاهی ایران بسیار برآشفتم، چیزی که شاید خیلی ها هنوز عمق این اتفاق را نمی دانند که چه کار موذیانه ای انجام داد. و من الان چند روزه دارم در اینستاگرام، تلگرام در این مورد پست میذارم، مسائل مطرح میکنم. به خاطر خیانت دو نفر نمیان یک نهاد رو به طور کل و هزاران لاله پرپر به خون خفته قهرمان ناسیونالیسم اصیل ایرانی رو که همه چیزشون پادشاه و وفاداری و سوگندشون بود رو به خیانت متهم کنن. دیگه وارد این بحث نمیشم، همه این صحبت ها رو در اینستاگرام تلگرام هم کردم. و من برای کسانی که علاقمندند واقعیت ماجرای اعلامیه بیطرفی ارتش شاهنشاهی ایران رو بدونند تنها یک توصیه دارم: برنامه افشای حقایق ارتش شاهنشاهی رو در کانال یوتیوب من ببینید دوستان. در این برنامه به تفصیل و دقیق و مستند به ماجرای اعلامیه بیطرفی ارتش شاهنشاهی و سایر مسائل پیرامون ارتش شاهنشاهی پرداخته شده. اما با وجود این انتقاداتی که دارم به شاهزاده، ولی نقش خوان کارلوس در اسپانیا هم چیزی غیر از این نبود و برخی رفتارهای خوان کارلوس موجب خشم شدید طیف راست می شد، ولی توانست جامعه را کنترل کند. ایران امروز هم مثل اسپانیای اون زمان جامعه چند پاره و شدیداً خشمگینه و این واقعا خطرناکه. خوان کارلوس وقتی در اون جامعه اومد وسط، ما شاهد این بودیم که سالها بود جنگ علنی و مسلحانه بین چپ و راست وجود داشت، کشتار میکردن هم دیگر رو. و نوع برخوردی که با دو طرف انجام داد خوان کارلوس باعث شد که جامعه در نهایت کنترل بشه. خیلی کارهایی که خوان کارلوس کرد که نقش یک پادشاه هم بود، خیلی از کارهایی که کرد موجب خشم شدید جریان راست در همون موقع هم شد که گفتم خدمت، ولی در نهایت جامعه رو کنترل کرد. و اینکه اصولاً برخی با خودی‌ها رک‌تر برخورد می‌کنند تا طرف مقابل، این حالا بالاخره تو هر خانواده هم تا حدی هست دیگه. پدر یه خانواده معمولاً با بچه خودش توی دعوا و درگیری رک‌تر صحبت می‌کنه تا بچه فامیل، بچه طرف مقابل. سوم، من هیچ نگرانی از آینده پادشاهی ندارم، چرا که اولا اعتقاد قوی دارم ایشان شاهزاده در نهایت به خواست مردم احترام خواهند گذاشت. اعتقاد قوی دارم، این نظر شخصی منه. دوما، اگر به هر دلیلی روزی نخواهند، همین الان حداقل 6 نفر در خاندان پهلوی هستند که امکان ادامه مسیر پادشاهی را دارند اگر ایشون بر فرضی نخواهند، که بنده اعتقاد دارم به خواست ملت قطعا احترام خواهند گذاشت. همین الان حداقل 6 نفر هستند که امکان ادامه مسیر پادشاهی را دارند و در آینده در بحث جانشینی هم تعداد بیشتری خواهیم داشت. چهارم، پادشاهی انتخابی در کل واقعا حرف غلطی نیست. آمدیم چند دهه بعد روزی در یک نسل در هر خانواده فردی ناخلف بخواهد پادشاهی را به ارث ببرد. این مشکل با حق انتخاب مردم برطرف می شود. یا آدمی اومدیم 4 نسل بعد توی خانواده قرار باشه پادشاهی را به ارث ببره و واقعا آدم ناخلفی باشه، تو هر خانواده ممکنه وجود داشته باشه. و واقعیتش اینه که وقتی حق انتخاب به مردم برای پادشاه انتخاب میدیم، این مشکل برطرف میشه به صورت کلی. این حقیقت دوستان، فکر کنید به این مسئله. پنجم، امکانات ایشان را چنانچه جناب پرویز ثابتی
در کتاب در دامگه حادثه. بدان اشاره کردند خیلی کمتر از آنچه مردم تصور میکنند میدانم. نه ارتش و نیروی مسلح دارند، نه برعکس نظر خیلی ها منابع مالی قابل توجه. این دقیقاً صحبتی است که آقای پرویز ثابتی، جناب آقای پرویز ثابتی درباره شاهزاده گفتند و من هم قبول دارم واقعا. و اینکه سربسته تنها نظرم را بگویم، این نظر منه، نه اینکه بخوام اخباری اطلاعاتی بدم. فقط خدا و خود ایشان میداند که در آمریکا چه خبر است و آیا محدودیت هایی هست واقعا برای ایشون و فعالیت هاشون یا خیر. ببینید دوستان، فراموش نکنید گلوبالیسم جهانی مغز رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی رو وسط تگزاس پاشون رو زمین. بحثای درباره شاهپور علیرضا پهلوی مطرح میکنن برخی دوستان که این از اونجایی که به دلایلی که بنده در برنامه قبلا توضیح دادم اطلاعاتی دارم در این مورد به لحاظ مسائلی که در خانواده بوده، خب این رو من قبلا توضیح دادم، نمیخوام این قضیه رو ربط بدم به ماجرای شاپور علیرضا پهلوی. ایشون خودکشی کردن، در اون برنامه من مسائل رو توضیح دادم، اگر دوست دارید برید اون برنامه رو ببینید. ولی واقعیت وجود داره که فقط خود خدا و خود شاهزاده میدونه که چه محدودیت هایی در آمریکا وجود داره. ما چیزی رو که در تاریخ دیدیم، مغز جان اف کندی رو اینا وسط خیابون ریختند. ششم، به نیروی بدنه جنبش پادشاهی و قدرت خودمان اعتقاد راسخ دارم. من کاملا معتقدم که نیروی پادشاهی خواه، بدنه ملت پادشاهی خواه، یک مشتیه که هیچ طیفی نخواهد توانست به لحاظ قدرت سیاسی در مقابلش بیسته. هفتم، تمرین دموکراسی و همزیستی با مخالفین سخت و تلخ ولی برای آینده ایران در کل مفید است. شعار که نمیخوایم بدیم، قرار نیست واقعا همه مخالفینمونو بکشیم در فردا، هر چقدر کثیف باشن از دید ما، هر چقدر غلط باشن از دید ما. تلخ، سخت، زجرآور، عذاب‌آور تحمل وجود یک سری از افراد به نظر من. بحث جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نیستا، بحث عمیق‌تر از اینه دیگه. من همه این حرفار سر برنامه شادی امین مطرح کردم، ولی بالاخره یک روزی باید این همزیستی مسالمت آمیز در کل در جامعه، منظورم حالا فرد خاص نیست، منظورم بین طیف‌های گوناگون و این چندپارگی‌های گوناگون است، بالاخره باید این به وجود بیاد دیگه. ببینید این چیزایی که دارم میگم شاید خیلی موقعا خیلی چیزا در دل آدم اونقدرم خوش نباشه، ولی واقعیاته. خودتون قضاوت کنید رو حرفام. هشتم، ایشان یا کس دیگری معصوم و عاری از اشتباه نیست. انتقاد هم حق همه است، ولی دلیل بر حملات ناجوانمردانه نیست. فقط قشر خاص مذهبی خاص اعتقاد به وجود افراد معصوم و بدون از اشتباه دارن. منم میگم هر کسی میخواد انتقاد بکنه بکنه، فقط تخریب ناجوانمردانه به نظر من غلطه. نهم، ایشان تا همین جا هم میتوانست از سال 57 کلن ایران را فراموش کند، ولی هنوز هم به کسانی که با خانوادش که این ملت و کشور هر چه دارد از آنها دارد چنین کردند میگوید هم میهنان عزیزم. کسی با پدر من، پدر خود من، بدون فرض آن همه خدماتی که پادشاهان کردم، پدر من که به ملت خدمتی، حالا ممکنه به عنوان یک ایرانی خدماتی به کشور داشته، ولی مثلا مثل پادشاهان پهلوی نبوده که ایران و ملت ایران رو بذاره رو دوشش و ببره به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ از یک کشور ویران در حال نابودی.
با وجود اینها اگه کسی با پدر من، پدر شخصی من چنین رفتاری میکرد، با وجودی که میگم مثلا خدمتی در عمل در حد پادشاه پهلوی انجام نداده، من شخصا بلد نبودم چطور کینه رو از دلم پاک کنم. واقعیت دیگه که شاهزاده رضا پهلوی روح بزرگی داره و خود را شریک آلام خانواده های رنج کشیده آنان میدانم که مانند خود من در ماتم وجود بسیار عزیزی هستند که اون نیز در اندوه و نگرانی دائمی که از سرنوشت شوم وطن داشت، شعله حیاتش با مرگ زودرس خاموش کردید. واقعا میتونست ول کنه آقا، اصلا نمیخوام این لفظ رو به کار برم. گور پدر ملت ایران اصلا سال 57 خداحافظ ما رفتیم. نه اینکه این همه کار سختیه دوستان، کار سیاسی. من یه چند سالیه که توی مسیر اومدم میبینم چقدر رو زندگیم تأثیر گذاشته، چقدر روی آرامش من، روی همه چیز زندگیم تأثیر گذاشته. من در مقایسه با ایشون مگه کیم؟ و دهم، نکته دهم، این دیگه شخصیه، این یه مسئله شخصیه. بنده شخصا وصیت شاهنشاه آریامهر که آخرین اراده ایشون بود که ولیعهد ایران رو به ملت ایران سپرد، برام بسیار مهمه. بسیار، این دیگه مسئله شخصیه، برام بسیار مهمه. یه سری بحثا میخواستم با شما مطرح کنم و خیلی واضح و روشن حرفام رو هم زدم و صحبتامو مطرح کردم و این رو هم باید بدونید دوستان. من حداقل شخصا بدون فکر و آگاهی یا از روی تعصب نمیام کنار کسی بیستم و همینطوری صرفا نمیام بگم همینطوری من دیگه طرفدارم دیگه. نه، اینم بدونید در فردای ایران پادشاهی من خودم شخصا کار سیاسی نخواهم کرد، میرم کنار. اصلا من بزرگترین آرزوی زندگیم رو بهش دست پیدا خواهم کرد، کار و شغل و همه تحصیلات و هر چیزی هم تا الان برای زحمت کشیدم میذارم کنار، میرم در مازندران یه کتاب فروشی میزنم، یه کافه کتاب، و اونجا کیف زندگیم رو میکنم. ولی به همه توصیه خواهم کرد که هر انتقادی رو که میدونید نسبت به پادشاهتون مطرح کنید، چون بزرگترین راه سعادت ملته و ما پادشاهی خواهان قابل قیاس با هیچ طیف دیگه که هزاران ادعا دارن نیستیم. هر چیزی در آینده برای پادشاهتون در مقابله با ایشون پیش اومد مطرح و انتقاد کنید. من مطمئنم الان بحثا فرق میکنه، الان ما در حال یک مبارزه ملی میهنی هستیم در مقابل یک سری انیرانی که کشور ما رو در اشغال خودشون گرفتن، اما به یاری اهورامزدا و ملت بزرگ ایران فردا که پیروز شدیم، اون وقت تازه بنده بقیه رو تشویق میکنم در حد خودم، در حد افرادی که خواهم شناخت، که حتما مثل یک شیر نگهبانی بدید در کنار پادشاهتون و هر چیزی رو که به نظرتون میرسه رک محکم بیان کنید. مردم از ایران، مخاطبین عزیزم، بنده پشت شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی در حد خودم میستم. دلایلم رو گفتم، دلایل بیشتری هم وجود داره، من چند نکته اصلی رو گفتم و من شخصا ایشون رو، حمایتم رو به عنوان یک ایرانی در حد یک فرد ایرانی هرگز کنار نخواهم گذاشت تا روز پیروزی و بازگشت پیکر شاهنشاه آریامهر به میهن. جاوید شاه، بدرود، تا بعد.